بله، پس از مدت‌ها انتظار سرانجام چهارمین کتاب از مجموعه کتاب‌های کمیک استریپ رستم منتشر شد و در اختیار علاقمندان قرار گرفت. این کتاب‌ها با اقتباس از داستان‌های حماسی شاهنامه فردوسی به زبان انگلیسی منتشر شده و رستم رو در میان شخصیت‌های کتاب‌های مصور جهان قرار میده. در جستجوی پادشاه عنوان کتاب تازه مجموعه است که با استقبال مناسبی هم از سوی خوانندگان آمریکایی روبرو شده. امشب با آقای کامران درقی، یکی از تهیه کنندگان کتاب‌های مصور رستم هستیم تا درباره همین موضوع صحبت کنیم. آقای درقی، به شما سلام می‌کنم. مرسی از اینکه در شهر سان فرانسیسکو با ما هستید. سلام علیکم. مرسی، خیلی ممنون که شما ما رو دعوت کردید و سال نو مبارک. سال نو شما مبارک باشه. امیدوارم سالها با موفقیت و شادکامی براتون بگذره و همچنان به خوبی و خوشی باشین. اما آقای درقی، اگه موافق باشید برای اون دسته از بینندگانی که شاید زیاد در جریان فعالیت‌های شما نباشن، این توضیح ضروری باشه. من از شما بخوام درباره آغاز فعالیت این پروژه صحبت بکنید. در کجا این پروژه را آغاز کردید و اصلا چرا به سراغ رستم و شاهنامه رفتین؟ والا تقریبا 10 سال پیش بهروز بهمنی، خودم و برادرم جمشید درقی داشتیم برای یه شرکت تبلیغاتی آمریکایی کار میکردیم و یه کامیک بوک درست کرده بودیم و این خیلی پروژکت خیلی جالبی بود و تونستیم بیش از 1 میلیون جلد این کامیک بوک چاپ کنیم و بفروشیم. و اون موقع ما وقتی که روی این پروژه کار میکردیم تصمیم گرفتیم که یه ایده خوبی باشه که ما بتونیم یه کمی فرهنگ خودمونو به این صورت در بیاریم و نشون بدیم به بقیه جهان که این کارهای فردوسی، کارهای خیلی مهم فردوسی توی این کامیک بوک تبدیلش کنیم و نشون بدیم. اما چطور داستان ها رو انتخاب میکنید؟ به هر حال این کتاب ها اقتباسی است از شاهنامه فردوسی، ولی شما به سراغ کدوم یکی از داستان ها رفتید؟ بیشتر چه سلیقه‌ای داشتید واسه انتخاب اونها؟ برای انتخاب کردن ما اولین داستانی که انتخاب کردیم البته رستم و سهراب بود و دلیلش این بود که رستم و سهراب یکی از معروف ترین داستان های شاهنامه است و ما سعی کردیم داستانهای انتخاب کنیم که به این کتاب مصور بخوره، چون که تمام داستانها خیلی خلاصه کردنش به این کتاب مصور مشکله. بنابراین داستانهایی ما انتخاب کردیم که ما خیال کردیم هم یه کمی هیجان انگیز باشه و همین که یه داستانی باشه که مردم بپسندن. آقای درقی، خب انتخاب داستان یه قسمت کاره، از اون طرف تهیه و انتشار کتاب یه موضوع دیگه است. چطور شما این نقاشی ها رو میکشین، اینها خلق میشه و به صورت کتاب منتشر میشه؟ یه مقدار راجع به این پروسه برامون توضیح بدین. اوکی. پروسسش اینه که اول نقاش اتفاقا با مداد و کاغذ با دست تمام این صفحه ها رو میکشه. البته اول نویسنده میاد تمام داستان رو به صورت یه سکریپت می نویسه، مثل یه سکریپت برای فیلم یا کارتون. بعد این نقاش هر صفحه رو دونه دونه می کشه. آخر سر یه شخص دیگه میاد به نام اینکر که با جوهر تمام این نقشه ها رو با جوهر می کشه. بعد این نقشه ها رو سکن می کنیم به کامپیوتر و یه شخص دیگه به نام کالرست میاد تمام رنگامیزی توی کامپیوتر این کارو میکنه. بعد از اون یه شخص دیگه هست به نام لترر که میاد تمام دیالوگو اضافه میکنه و یه شخص دیگه هست به نام پروداکشن آرتست که تمام دیالوگو نقاشی ها رو با هم دیگه هم میکنه و بعد حاضرش میکنیم برای چاپ کردن. شما الان چهارمین کتاب از این مجموعه رو منتشر کردی، تا حالا استقبال چطور بوده؟ آیا فقط ایرانی ها خوانندگان این کتاب هستند یا بیشتر غیر ایرانی ها رو در بر میگیره؟
فعلا هدف ما این بود که ما دیدیم که بچه های خود ما که خارج از مملکت دارن بزرگ میشن هیچ تماسی با فرهنگ خودشون مثل شاهنامه نداشتن و بزرگترین بازار ما ایرانیایی هستند که خارج از کشور زندگی میکنن. ولی الان ما دیدیم هر سال یواش یواش آدمای غیر ایرانی هم دارن طرفدار این کامیک بوک میشن و اول خیال میکنم تقریبا کتاب اول بیش از 95% طرفدار کتاب ایرانی بودن، الان تقریبا 75% طرفدارای کتابا ایرانی هستن و بقیه سال به سال آدمای خارجی هم دارن علاقمند میشن. آقای دورقی، آیا برنامه ای دارید حالا در آینده که این کتاب های کمیک به زبان فارسی هم ترجمه بشه و در اختیار اون دسته از خوانندگانی قرار بگیره که شاید تسلط کمتری به زبان انگلیسی دارن؟ امیدواریم که در آینده این کار رو بکنیم، ولی فعلا اولین هدف ما اینه که ما میخواستیم این کارای فردوسی رو به یه بازار خارج از کشور معرفی کنیم و اول خیال میکنیم که البته انگلیسی، بعد از اون آلمانی و فرانسوی و چند تا از زبونهای اروپایی یواش یواش معرفی کنیم، بعدن میخواستیم توی فارسی ترجمه کنیم. من با شما که صحبت میکردم توضیح دادید گویا برنامه هایی هستش که این کتاب ها به صورت انیمیشن در بیاد، به صورت یک میدیوم دیگری عرضه بشه. کمی در این باره توضیح بدید، چقدر شما نزدیک شدید به این مرحله که کتاب های کمیک رستم به صورت انیمیشن و یا حتی کارتون در بیاد؟ خوشبختانه ما چند ماه پیش یه قراردادی بستیم با یه شرکتی توی نیویورک به نام بوم جن استودیوز. این شرکت، پایندگانان این شرکت مهیاد طوسی و دکتر رضا اصلن هستن و هدف ما اینه که درست همین کار رو بکنیم. میخواییم این داستانهای شاهنامه رو به صورت دیجیتال در بیاریم که هم برای موبایل، هم برای کامپیوتر، هم برای آیپد و انیمیشن برای فیلم درست کنیم. الان ما داریم سعی میکنیم به اندازه کافی پول جمع کنیم که این پروژکت رو افتتاح کنیم. آقای دورقی، در جهان شخصیت‌های کمیک خیلی زیادی وجود داره، سوپرمن، بتمن یا خیلی کاراکترهای دیگه که مردم میشناسنشون و بچه‌ها خیلی اونها رو دوست دارن. آیا شما فکر میکنید روزی برسه که برای نمونه رستم هم به یکی از این کاراکترها یا شخصیت‌ها تبدیل بشه و در کشورهای مختلف جهان اون رو بشناسن؟ این که البته امید بزرگ ما هست. ما واقعا فکر میکنیم که رستم یکی از بهترین به قول خارجی ها سوپر هیروهای جهان است و ما خیال میکنیم که یه جایی مثل سوپرمن، بتمن و امیدواریم بچه های دنیا هم بگن رستم، که بدونن که یه سوپر هیروی ایرانی هم وجود داره. آقای دورقی، شما چهارمین کتاب رو با عنوان در جستجوی پادشاه به تازگی منتشر کردین. توضیح میدین از چه طریق میشه اون رو تهیه کرد و آیا برنامه ای دارید که کتاب بعدی پخش شروع بشه؟ درباره اون تصمیم گرفتین؟ اولا خب که چاپش کردیم که بیشتر اونایی که طرفدار کتاب ما هستن البته از وبسایت میخرن، ولی 100% کار ما اینه که داریم به طرف این دیجیتال میریم و امیدواریم که قبل از پایان سال بتونیم مردم اینا رو به صورت دیجیتال بگیرن و هم به کامپیوترشون نگاه کنن یا آیپد یا موبایلشون. فرهاد دورقی، ما شاید 30-40 ثانیه فرصت داشته باشیم، کلام پایانی رو از شما میشنویم. چه توصیه‌ای دارید واسه بینندگان ما و کسانی که احتمالاً مشتاقن تا این کتاب‌های کمیک رو بخونن؟ اولاً ما واقعاً به حمایت جامعه نیاز داریم و امیدواریم که مردم هم بیان به وبسایت ما نگاه کنن، هم به دوستانشون بگن. خیلی مهمه که پیغام فردوسی به تمام
گوشه های دنیا برسه. ما خیال میکنیم که فردوسی نه تنها یه شاعر خیلی مهم ایرانی هست، ولی یه شاعر مهم جهان است و مقصد ما اینه که ما بتونیم این پیام های فردوسی به تمام دنیا برسونیم. آقای کامران دورقی از شرکتتون در برنامه شب‌آهنگ سپاسگزارم. امیدوارم روز خوبی در شهر سان فرانسیسکو داشته باشید. خیلی ممنون. خدا حافظ شما.